سه دو یک بفرمایید. سلام، خوبین، خوشین، سلامتین. به فیلم تلاس این هفته خیلی خیلی خوش اومدین. آقا چی کار کردی نفیه تهران با ما؟ هر لحظه که آدم با خودش میگه دیگه تموم شد، اوضاع خوبه، همه یه شخصیت‌ها در صلح و صفان، یه ماجرای جدید رو میشه که همه چیزو باز به هم میریزه. بیاین به اتفاق هم دیگه این اپیزودو بررسی کنیم که من حرف برای گفتن زیاد دارم. Hey, walk it like I talk it, walk it. Walk it like I talk it, walk it. در درجه اول مستقیما باید بریم سراغ پایان بندی این اپیزود. دو تا اتفاق داره به موازات هم پیش میره و این باعث شده که بسیاری از کانال های یوتیوب که دارن سریال افعی تهران رو بررسی میکنن به اشتباه بیافتن. فردی در تاریکی از دور پدر مرضیه امینی رو زیر نظر گرفته. همزمان میبینیم که آرمان بیانی بعد از رفتن بابک به کیش به همراه مادرش عازم شمال میشه تا بلکه یکم آروم بشه و هضم غم دوری پسرش براش راحت‌تر بشه. و خب اینجا رو میخوام با عرض پوزش یک کوچولو اسپویل کنم. حواستون رو جمع کنید. اینجا وارد منزل پدر افعی تهران میشیم و در کمال شگفتی میبینیم که فردی پدر مرضیه رو با بالش خفه میکنه. توازی این سکانس با سکانس آرمان بیانی در راه شمال همون علتیه که باعث شده بسیاری از کانال‌های یوتیوب که مشغول موشکافی سریالن آرمان بیانی رو قاتل پدر مرضیه امینی بدونن. اما سوال من اینه، اصلا مگه میشه چنین چیزی؟ غیر ممکنه. به نظر شما شدنیه همچین چیزی؟ والا به نظر من که اصلا نیازی به آوردن دلیل و مدرک نیست. آرمان بیانی آرمان بیانیه، همین گویای همه چیزه. اما اگه میخواییم به این فکر کنیم که این قاتل خونسرد کیه و چرا پدر مرضیه امینی رو کشته، هیچ مسئله ای نیست. میتونیم در این رابطه تا ابد تئوری بدیم. البته که من فکر میکنم ما تا الان این قاتل رو توی سریال ندیدیمش اصلا. نکته کلیدی این اپیزود به عقیده من فلشبک ابتدایی بود. تا الان در طول تمام 10 قسمت قبلی روایت سریال از گذشته آرمان بیانی و پدر مادرش به گونه ای تعریف شده بود که ما پدر آرمان رو سرآغاز همه ی مشکلات بدونیم. پدری که احتمالاً کار خلافی کرده و به زندان افتاده تا حالا آرمان بیانی به این روز بیفته. این فلشبک هم ما خیلی غافلگیر کننده بود، از این جهت که با دیدنش متوجه شدیم علت به زندان افتادن یاور بیانی همسرش بوده. پس این مادر آرمان بوده که با تشویق همسرش به دریافت رشوه باعث شده که یاور بیانی یا همون پدر آرمان به زندان بیفته. و بعد از اون بدتر، زمانی که یاور پشت میله ها بوده رفته و ازش خواسته که اجازه طلاقش رو صادر کنه. دقیقاً همین نوع روایت رو در فلشبک دوران مدرسه آرمان هم دیده بودیم. کارگردان به ما آرمان بیانی نوجوان رو نشون میده که مشغول نگاه کردن به این کفش دوزکه. این تصویر به زعم ما داره تنهایی آرمان بیانی و بینوایی آرمان رو نشون میده. اما توی چند اپیزود بعدی متوجه سرنوشت شوم این کفش دوزک میشیم. به همین سادگی میشه مخاطب غافلگیر کرد. فقط با خلاقیت در نحوه بیان یک داستان، من واقعا از بقیه سریال ها خواهش میکنم بیان یاد بگیرن. فیلمنامه که آقای بیانی نوشتن بی نظیره، بی نقصه واقعا. اما خیلی خوشحالم که پژمان جمشیدی به فیلم سینمایی افعی تهران برگشته. حضورش سر صحنه باعث میشه هر بار من ریسه برم از خنده. و البته که هوشمندی فیلمنامه پیمان معادی زمینه این اجرای پژمان جمشیدی توی سریال رو فراهم کرده. شوخی این نویسنده با فضای هنری و یا روشن فکری موجود در جامعه به نوعی شوخی با جامعه خودشه. این جسارت میخواد و پیمان معادی این جسارت رو به خرج داده تا پژمان جمشیدی رو ببینیم در حالی که با یک لیوان قهوه و یک موسیقی کلاسیک میاد سراغ آرمان بیانی. اما حالا که تا اینجا اومدیم در مورد صحبت‌های خانم دکتر مشتاق و آرمان بیانی هم براتون بگم. دیدین این خانم دکتر مشتاق حرفه‌ای تر از اون حرفاست که بخواد با آرمان بیانی وارد رابطه بشه؟ خیالتون راحت شد؟ پیمان معادی نویسنده خوشفکریه و هرگز کاری نمی‌کنه که جامعه روانشناسی از تماشای افعی تهران دل سرد بشن. و با توجه به درخواست خانم دکتر مشتاق
برای یک جلسه تراپی با آرمان بیانی و همسر سابق الهه. فکر میکنم میتونیم کم کم به این فکر کنیم که شاید در پایان سریال این زن و شوهر سابق رو مجدداً به عنوان یک زوج کنار هم ببینیم. میدونی چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر این سکانس خداحافظی بابک با آرمان. انقدرم نگران من نشیا. الهه نشون داد داره دوباره به آرمان که حالا خیلی مسئولیت پذیرتر شده و هوای پسرشونم داره فکر میکنه، پس این پیشبینی خیلی دور از ذهن نیست. اما در نهایت از همه این صحبته که بگذاریم، این اپیزود اپیزود بابک بود. تو این اپیزود تولد بابک رو دیدیم و مهمتر از اون این تئاتر زیبایی که از شازده کوچولو روی صحنه برد به همراه بچه‌های مهد کودک. من که واقعا از دیدنش لذت بردم. خوشحالم که نه تنها یکی بلکه این همه بازیگر کودک توانا و مستعد توی عفی تهران میبینیم که میتونن با بازی‌های دقیقشون از ما خنده بگیرن و حتی کاری کنن که فراموش کنیم یه سریال برای دیده شدن نیاز به سوپر استار داره. واقعا ممنونم از سامان مقدم، از آروان بیانی که نشون میدن میشه در ساخت یک سریال تا چه حد از ایده های نو و ناب استفاده کرد. و همین، اینم از فیلم نتفلاس این هفته. امیدوارم که از دیدن این اپیزود مهیج از عفی تهران که طیف گسترده ای از عواطف رو به ما منتقل میکرد لذت برده باشین. و یه قتلم که داریم، پس فکر میکنم باید شدیداً منتظر اپیزود بعدی باشیم. آخ که من بفهمم این قاتل کیه.